خیلی خوش آمدین. بخش مشاور خانواده هست و میخوایم در رابطه با افسردگی صحبت بکنیم. هفته گذشته اگر به یاد داشته باشین در رابطه با اینکه افسردگی چی هست، کدام عوامل نقش داره که یک شخص افسرده میشه و این بیماری به سراغش میاد، صحبت هایی را داشتیم. شما هم با ما شریک بودین در بحث برنامه. امروز میخوایم در رابطه با راه های حلش و تداویش صحبت بکنیم، همراه با همکار همیشگی ما استاد فیروز ایوب، استاد دانشکده طب دانشگاه بلخ. خیلی خوش آمدید آقای فیروز. خوش آمدید. تشکر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، من هم سلام خدا برای شما و تمام بینندگان خوب شما تقدیم میکنم. امیدوار به این هستم که همه صحت و سلامت بوده باشن ان شاء الله. خب بیننده های عزیز ما رو اگر خواسته باشن در رابطه با موضوع برنامه میتونن با ما شریک باشن، روی شماره تماس 0729401311 سوالات و نظریاتشون با ما شریک بسازن. خب اسینا جان، میشه که خود از مهمان با سوال داشته باشه؟ خب قسمی که گفته شدن در برنامه قبل شما در رابطه به افسردگی صحبت کردین و تا جایی که من شاهد بودم همین حرفای ما مکمل نشده بود. خوب است که بیم از ادامه از این بحثی که داشتین صحبت کنیم و یکم منسجمتر که بتونن بیننده‌های ما جواب سوالای خود بگیرن. بسیار خوب. قبلا به گفته شما اگر بینندگان ما و شنوندگان ما یاد داشته باشن، ما در مورد افسردگی صحبت کرده بودیم و تعریف از افسردگی داشتیم و بالاخره عوامل در ایجاد افسردگی داشتیم صحبت کردیم. امروز می‌خوایم انواع از افسردگی را و جمع راه‌های حل و راهکارهایی که برای او پیشنهاد می‌کنیم چی از در مورد صحبت خواهد کردیم. شما ببینید ما افسردگی داریم، به اشکال مختلف تقسیم می‌کنیم. یکی افسردگی بسیار شدید است، معمولا که شخص زمان که صبحانه میخیزن خیلی خلق افسرده دارن و خیلی دل گرفته دارن، به اصطلاح عامیانه مردم میخوایم صحبت بکنم، و بسیار اینا احساس از این ناراحتی دارن و طور فکر میکنن که در یک جای گوشه تر بوده باشن، تاریک بوده باشن، که کس حرف نزنن، حتی از خوردن غذا امتناع بکنن، و بعضا باعث از این میشن که با هیچ کس صحبت علاقمند نبوده باشن و بیشتر روزها به این فکر میکنن که کلا ناامید و درمانده و انسان هستن که دیگه در آینده مثلا زندگی من خوبی نخواهد داشتم، و بعضا حتی باعث از این میشن که به طرف خودکشی ها فکر میکنن که چی گونه من بتونم که از این زندگی که برای من خسته کن است من خود نجات بدم. از این خاطر اگر این تو حالت ها در نزد یک شخص برای مدت بیشتر از دو هفته دوام میکنن و خیلی شدیدی رو رنج میتن، ما به طرف افسردگی شدید فکر میکنیم. بله استاد، دوباره ادامه میتیم. آرش از مزار شریف تماس گرفته. خیلی خوش اومدین به برنامه. سلام خدمت شما، سلام علیکم و مهمان برنامه تام. سلام. سلام. سلامت باشید. موضوع برنامه را گرفتی؟ بله، موضوع برنامه را گرفتی. من یک خواهد داشتیم از جناب مهران سرمی که شخص چگونه گوشگیر میشه و های حل دیگری شخص چه؟ استاد سوالی هم از پیشان داریم؟ ما در مورد همین موضوع صحبت میکنیم. انشاءالله شما در لابلای برنامه متوجه باشین. انشاءالله حتما در این باره من سوالتان جواب خواهد دادن. ممنون هستم استاد. تشکر. موضوع خوب را یادآوری کردن، یعنی ما چرا با مصاب افسردگی میشیم که قبلا عواملش در برنامه گذشته تعریف کرده بودم و چی راهکارهایی داریم که این را بعدا براتون تشریح خواهد کردم. و شکل دیگر از افسردگی ها ما داریم که معمولا بعض اشخاص زمان که وقتی که صبحانه از خواب میخیزن خیلی خلق افسرده دارن، و خصوصا زمانی که به طرف بین اصطلاح یا معنی بگیم بین نماز دیگر و نماز شام، یعنی در بین عصر وقتی که میشه، یعنی روز به طرف پایان میرن و شب نزدیک میشن، اینا خلقشان بیشتر افسرده میشن، بیشتر دلشان گرفته میشن. دلیلش براتون یادآوری میکنم، گرچه یادآوری کردم بازم براتون یادآوری میکنم، اینو در حقیقت یک افسردگی های خفیف در پیشانیزان موجود است که برام دستایی یاد میکنیم، و معمولا اینا عوامل اساسی که در ایجاد زیان نقش بازی میکنن. قبلا هم براتون در برنامه قبلی یادآوری کرده بودم که بیشتر از اینا معمولا برمیگرده با عوامل روانی اجتماعی. ممکن است موضوعات بوده باشن که مثلا اینا استرس بیش از حد موجود بوده باشن، ممکن است ناکامی ها را تجربه کرده باشن، ممکن است شکست ها را تجربه کرده باشن، یا اینکه ممکن است که در پیش از اینا یک حالت موجود بوده باشه که فقر موجود است که مثلا نتونسته به آرزوهای خود برسن، و ای که مثلا باعث ازی شده که بعض خشونت های خانوادگی مطرح بوده در اینجا بین مثلا برادر و خواهر و یا زن و شوهر و خشو و خسر و این مشکلات فامیلی موجود بوده، یا بعضا تجاوز ها مطرح هستن که در اینجا بالای از اینا صورت گرفته، و ای که بعض از موارد باعث ازی شده که یکی از نزدیکترین دوست خود و شریک زندگی خود از دست دادن، و ای باعث ازی شده که به طرف افسردگی کشاندن. یعنی عوامل گوناگون در ایجاد میتونه که
تحقیقی داخل بوده باشن که به صورت بسیار مشرح در برنامه قبلی صحبت کرده بودیم. و این شکل دیگر از ما افسردگی هایی داریم که معمولا افسردگی هستن که بعضا سبب از این میشن که روزانه وقتی که بر ما یگان وقتی ما تجربه میکنیم برای یک روز دو روز برای یک هفته ما یک احساس غمگینی داریم، یک احساس خستگی داریم، یک احساس زلگی داریم، فکر میکنیم که خیلی اگه از این روزا خسته کن است برای ما اصلا هیچ خوشم نمیاد، یک جای گوشه تر بوده باشه، ولی خیلی کوتاه مدت است، شاید برای چند روز دوام بکنه و بعد از این پس دوباره ما بالا تعالی خود بر بگردیم. و اینا افسردگی های گذری هستند که در ما ایجاد میشن. اما چی راههایی را ما میتونیم پیشنهاد بکنیم، چی یعنی چگونه ما از این میتونیم بیرون رفت پیدا بکنیم؟ استاد با معذرت تماس داریم. سلام خاطره جان از پل خمری تماس گرفتن، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین، شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه خودتان. موضوع برنامه را گرفتی خاطره جان؟ خیلی ممنون از تماس خاطر شما. یک چیز فراموش نکنم، بینیدی ما بسیار خوب چیز را اشاره کردن، گفتم من برای لایک خستگی دارم، دلتنگی دارم، شبانه خواب ندارم. اکثرا مریضان افسرده با یک حالت موجی هستن که در پلوز یک استراب هم امراض اینا یک جای هستن. از این خاطر اینا طوری که اشاره کردن میگن که من احساس دلتنگی دارم و احساس ازی دارم که شاید یک حادثه بر من مثلا رخ بده یا حول دل برش به وجود بیاد یا خواب ازی به شکل غیر منظم پیش میرن. اینا حالت هایی هستن که معمولا افسردگی با استراب یک جای میشن که در نزد انسان ها میتونه به وجود بیان. اما میم در مورد ازی صحبت میکنیم چگونه ما ازی بیرون رفت داشته باشیم. ما جدا از این که مثلا موضوعات دواییش بوده باشن، یک موضوعات دوایی برای مدت 6 ماه یا بعضن یک سال، بعضن نیاز باشه تا 2 سال برای مریض ما دوا تجویز میکنیم، این بود جدا است. ولی بود اساسی که چگونه ما افسردگی خود بشناسیم و از او یک شناخت داشته باشیم، این برای بینندگان ما مهمتر هستن. چیزی که برای ما کمک کننده است بخشی هستن که ما باید شناخت خود اصلاح بکنیم. ببینید مریضان افسرده چی در زندگی خود دارن. اولین چیز برای خود طور تلقین دادن که من انسان درمانده و ناکام و انسان بی‌بکار هستم، اصلا من در فامیل ارزش ندارم و در این دنیا من ارزش زندگی را ندارم. پس به این مناسبت که شناخت کلا اشتباه است، باید ما کار بکنیم که ابتدا باید شناخت مریض اصلاح بسازیم. یعنی زندگی را مریض وقتی که طور تجربه میکنه تنها به این معنی نیست که در یک امتحان کنکور مثال شکست خورده، تنها به این معنی نیست که در یک عرصه دیگه زندگی شکست خورده. من متیقن هستم بسیار استعدادهای خوبی دیگر در اینجا نهفته هستن که اینا میتونن اورا رشد بکنن و در او بسیار کامیاب بوده باشن. کسایی بوده که شاید با مو حتی کامیاب شده نتونن. یا اینکه مثلا بعضی از مریضا ما دیدیم یا تجربه داریم که مریضان افسرده طوری میگن که من همیشه باید 100 نمره بوده باشم، یعنی اگر 100 نمره نبوده باشم زندگی برام به کار نیست. مثلا من بهترین خانه را داشته باشم، بهترین فامیل داشته باشم، بهترین مثلا موتور داشته باشم، بهترین شهرها را چکر بزنم، همه چیز برای من بهترین بوده باشه، یعنی هیچ چیز کم بود نبوده باشن. ببینید ما برای اینا از نظر شناخت اگر بگیم هیچ کس در دنیا 100 نمره نیست، یعنی هیچ کس کامل نیست در دنیا، هیچ کس هم ناکام نیست، صفر نیستن، بلکه همه ما شما در بین صفر و 100 زندگی میکنیم. پس از این خاطر ما باید اصلاح بکنیم شناخت از این مریضا را. یعنی که بعضی مریضای افسردگی ما یک شناخت منفی از زندگی طور دارن که همه کس وقتی که برش نیکی میکنه اصلا میگه این در حقیقت نیکی ازی فراموش کار می باشن، اصلا بیشترین خوبی های خود فراموش میکنن، خوبی های مردم فراموش میکنن. ما براتون مثال میتونم، اگر ما در یک جاده روان بوده باشیم، اگر یک موتر در مقابل ما میایه، وقتی که موتر ما رو مثلا اجازه میده که ما بریم پیاده در پیاده روی و موتر بر ما منتظر می باشه که از این پیاده رو سرک ما عبور بکنیم بریم، با وجودی که ملامت ما بوده باشیم، ما شاید بگیم در دل خود بگیم سگ چقدر انسان خوبی بوده، ولی از اون جاده ما رد میشیم
فکر میکنم تماس دارین. ما امیر ختم بکنم. زمانی که وقتی که از این جاده رد میشیم میبینیم در یک جاده دیگه برابر میشیم، یک موتر دیگه میه اصلا بر ما رام نمیته و در حقیقت یک استادم نمیکنه بر ما احترام بگیره که تو اجازه است تو پیاده است یا اولتر برو و بعدا من تیر میشم. هیچ اصلا این رعایت هم نمیکنن. اولین حرف ما چی از در افسرده بوده باشیم؟ چقدر انسان های خراب هستن؟ کل افغانستان هم میتونه انسان نشه با این شکل بوده. اصلا اینا هیچ بر ما یک احترام ندارن. در کل همگی را به در کل همگی ببینین شناخت کلا اشتباهی دارن. تا بال نفر بود که برای این احترام گذاشت ایره اجازه داد، ولی یک نفر دیگه شاید برای بی مسئولان از پیش تیر شد، رد شد و این فکر کرد که همگی مردم هم تو هستن. پس ببین در شناخت مشکل دارن. این چی میکنن؟ عقده میگیرن در مقابل همه انسان، عقده میگیرن. پس باید اینی اصلاحشان در پیش از اشخاص. یا مثلا از اکثر اشخاصی که وقتی که افسردگی دارن به خواب نمیرن. زمانی که وقتی که به خواب نمیرن از این پرسان چه عامل چی بوده؟ هیچ کس بدون دلیل نیست که بی خواب بوده باشن. حتما عامل در اینجا وجود دارن، حتما مشکلات وجود دارن که به این باره بیش از حد ذهنش درگیر است. باید ما او را اصلاح بکنیم. مثلا با گرفتن دوای راه حل نیست. از این خاطر باید بفرمایید استاد، در رابطه به این اشاره کردین که ما باید عقده خود اینا خالی کنن و با یکی صحبت کنن، و من فکر میکنم در جامعه ما روانشناسایی که بتونن اونا برن مراجعه کنه پیش از اونا خیلی کم داریم و اینا همین مریضای ما بیشتر قابل اعتماد فردی را پیدا نمیکنن که برن امرایشان صحبت کنن. در رابطه به خارج از تداوی دارویی، تداوی روانی که ما داریم، در رابطه به شما چی گفتین؟ بسیار خوب. همین موضوعی که براتون اشاره کردم موضوع روان درمانی است. بسیار یک موضوع خوب اشاره کردین. اکثرا بیماران ما میرن مثل که یکی از بینندگان ما گفتن که ما بسیار تداوی کردیم ولی فایده ندیدم. دلیل در کجاست؟ بیماران روانی خصوصا افسرده ها کسایی هستند که میگن یک جای ما برم تمام دل خود خالی بکنم، یک گوش شنوا بوده باشه که می حرف دل مرا بشنوه. مثلا اگر در فامیل قرار میگیرن، اگر پدر باشن مادر باشن، میگن مثلا تو خوب لباس میپوشی، تو خوب کالا میپوشی، مثلا رنگ رویت همه چیز درست هستن، اما تو را چی شده که من بگویم که تو مریض هستی؟ ولی در حاصل اینا روان مشکل دارن. از این خاطر اینا باید وقتی که زمانه میرن، وقتی که برای دکتر صحبت میکنن، حداقل باید دکتر برای یک وقت کافی بگذارن تا بتونه حرفای زیر بشنون، تا تمام عقده های از این مشکلات از تخلیه شون. این برش خیلی کمک کننده است. از این خاطر تداوی دوایی نه تنها برای اینا توصیه میشن، بلکه روان درمانی خیلی ارزش خاص خود دارن. بدون شک استاد، ما قسمی که اشاره کردین افرادی که افسردگی دارن با مشکلات زیادی روبرو هستن، جدا از اینکه ما بخوایم تداوی دارویی داشته باشیم و یا هم با یک مشاوری صحبتی بکنیم، خود فردی که افسرده هست کدام کارا رو باید انجام بده به خاطر بهبود خودش؟ تا ما خود ما کاری انجام ندیم، مطمئن هستم که هر چه قدر اشخاص دیگه اطرافیان ما کاری را بکنن، بازم نمیتونه اگر اون مسئولیتایی را که ما خود ما مقابل خود ما داریم رو انجام بده. خیلی کوتاه میشه استاد شراب، خیلی کوتاه سی صحبت میکنم. ولی زمانی که مریضانی که وقتی که افسرده هستن، ببینین اولین مشکلی که دارن عدم اعتماد به نفس دارن. یعنی به این مرا برای خود اعتقاد اعتنا ندارن، طور فکر میکنن که من انسان درمانده هستم. پس ابتدا باید یک کس روان درمانه یا دکتر بوده باشن که اعتماد به نفس زیر تو اندازه بلند بکنن تا ای از خود آگاهی پیدا بکنن. مریضان افسرده همیشه خود درمانده احساس کردن، همیشه کوشش میکنن در یک جای گوشه بنشینن. یک مریض افسرده را اگر ما بگیم تو برو سپورت بکو، تو برو ورزش بکو، تو برو مثلا مطالعه بکو، اولین حرفش برام چی است؟ میگه دکتر من اصلا انرژی حوصله ندارم که تا اینجا برم، تو میگه برام سپورت بکو. پس از این خاطر ابتدا باید تداوی های دوایی جمع روان درمانی بوده باشن و بعدا توصیه بعدی با کمک روان درمان و دکتر روانی، معمولا بیشتر ورزش برای کمک کننده است، بیشتر خود آگاهی برای کمک کننده است، مطالعه بیشتر کمک کننده هستند و بیشتر مثلا مثبت گرایی برشان کمک کننده است که در بخش روان درمانی هم برشان کمک میکنن. اینا راه های خوبتر هستند که بتونن مریض کمک بکنن. خیلی ممنون استاد. میان برنامه داریم، دوباره برمیگردیم.